سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت. For me, as a civil rights and human rights activist, it's a great honor to be recognized by esteemed scientists like you in my field of physics, and to be awarded the Andrei Sakharov Prize. در برنامه گذشته به طور اختصار در مورد خانم نرگس محمدی، فیزیکدان و مبارز و مدافع حقوق بشر صحبت کردیم و همینطور از جایزه معتبر آندره ساخاروف در سال 2018 که از سوی انجمن فیزیک آمریکا به خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. در برنامه امروز به جهت اهمیت موضوع باز هم از نرگس محمدی خواهیم گفت و از مبارزه بی‌امان او در راه دفاع از حقوق مظلومان جامعه که بهای سنگینش را همکنون در زندان با پوست و استخوان خود می‌پردازد. و متاسفانه طبق اخبار رسیده ایشون در حال حاضر و به خاطر شرایط بد زندان دچار چندین عارضه خطرناک هستند و در وضعیت بسیار بد جسمی و روحی به سر می‌برند. بله، همه ما دفاع جانانه خانم نرگس محمدی رو از مادر مظلوم ستار بهشتی که پسرش ظالمانه در زندان کشته شد دیدیم. نرگس محمدی شجاعانه به دفاع از حقوق اولیه و انسانی بیپناهان پرداخت، در حالی که به خوبی می دانست عقوبت سختی در انتظارش خواهد بود. و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد.
الله آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید؟ که شکنجگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند. آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. در برنامه امروز همچنین گفتگوی خواهیم داشت با پروفسور نیره توحیدی در این رابطه و جایزه ساخاروف که هفته گذشته خانم توحیدی از سوی خانم محمدی دریافت کردند. توجه کنید. که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز در مورد جایزه آندرِی ساخاروف، در مورد جایزه معتبر آندرِی ساخاروف که از سوی انجمن فیزیک آمریکا به خانم نرگس محمدی تعلق گرفته، با خانم دکتر نیره توحیدی به گفتگو می نشینیم. با سلام به شما خانم دکتر نیره توحیدی. پروفسور توحیدی عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما خانم دکتر فریدا صبا و سلام به بینندگان عزیز. خواهش میکنم. خب ابتدا اجازه بدید به شما تبریک بگم، به خانم نرگس محمدی و به همه کوشندگان و مبارزین و مدافعین حقوق بشر در این سو و آن سو. خانم توحیدی، ممکنه بفرمایید که این مراسم اعطای جایزه چطور برگزار شد؟ از جزئیاتش به ما اطلاع بدید و اینکه چطور شد شما پذیرفتید، که البته میدونم افتخار بزرگی است برای هر کسی، ولی چطور شما در این جریان قرار گرفتید و این جایزه رو از سوی خانم محمدی دریافت کردید؟ بله، خب تقریبا دو ماه پیش به من اطلاع دادن که این جایزه قراره به خانم نرگس محمدی داده بشه. در واقع اطلاع اولیه رو من از خانم دکتر شیرین عبادی شنیدم و ایشون گفتن که بنا بوده که برادر خانم محمدی که در نروژ زندگی میکنه بره و این جایزه رو از طرف خانم محمدی دریافت کنه، منتها به خاطر سیاست‌های جدید در آمریکا، به خصوص سختگیری‌هایی که دولت پرزیدنت ترامپ در مورد ویزا دادن به خصوص به ایرانیان و به مسلمانان خیلی از کشورها به کار می‌برن، ایشون امکانی گرفتن ویزا ندارن، همینطور هم همسرشون نمیتونن ویزا بگیرن و می‌خواستن یه نفر که خب خانم محمدی خودش انتخاب کرده این کارو بکنه و خانم محمدی خواسته بودن از ایشون که از من بخوان که اگر میتونم این کار انجام بدم، که خب برای من واقعا با کمال میل پذیرفتم و افتخاری بود و خوشبختانه تونستم من برم. درسته که توی ایالت دیگری بود ولی
4-5 ساعت بیشتر با هواپیما فاصله نبود، در کولومبوس اوهایو این برگزار میشد. بله. که تقریبا یه 2 ماهی برای تدارک این سفر رفتن به اونجا، ترجمه متن نامه‌ای که خانم نرگس محمدی برای این انجمن نوشته بود انجام اون، بعد ویرایشش نهاییش به خصوص توسط 2 تا از دوستان عزیزم که با من در این زمینه همکاری کردن، خانم دکتر حاله اسفندیاری، آقای دکتر شاول بخاش، و دائما در تماس بودیم با انجمن فیزیک و اینکه از چند تا از دوستای دیگه هم کمک گرفتم، هم فکری کردن در اینکه خب این مراسم رو چیکار کنیم که با خلاقیت، با ابعاد هم انسانی و عاطفی و هم ابعاد اجتماعی مدنی و پیام اصلی که خانم محمدی میخواد به جهانیان برسونه به خوبی انجام بشه. بله، این نامه و این پیام رو خانم محمدی از زندان فرستاده بودن. اهمیتش در اینه که واقعا خب الان میدونین ایشون دیگه در زندان انفرادی نیست، برای اینکه مدت‌ها در زندان سلول انفرادی بود. الان از اینکه 3 ساله که در یک بخشی از زندان اوین به سر میبرن با عده‌ای از هم زندانی هم بندانشون. و خب گاهی از طریق کسانی که میان ملاقات و دوستانشون، به خصوص میان به ملاقات دوستانشون، شون پیام‌هایی به بیرون ارسال می‌کنن. قبلا هم مثلا در مورد مسائل مهم جامعه وقتی تحولی پیش میاد، حرکتی پیش میاد، ایشون اظهار نظر می‌کنه. یعنی حتی در زندان هم تلاش‌های مدنیش رو ادامه میده، اثرگذاریش رو ادامه میده. گاهی دیدید که اعتصاب قضا کرد برای اینکه بچه‌هاشو نمی‌ذاشتن ببینن. بله. به ملاقاتش برن، نامه فرستاد و این نامه هاش خیلی تاثیرگذار بود. و گاهی رو مسائل اجتماعی سیاسی موضع گیری میکنن، مثلا نامه ای اخیرا داده بودن، بیانیه ای در حمایت از زنان خیابان انقلاب در علیه حجاب اجباری و در محکوم کردن خشونت علیه این زنانی که به طور مدنی خواستار تغییر قانون حجاب اجباری هستن و از این نوع کارا گاهی میکنن. خب این نامه رو به شکلی به هر حال بیرون داده بودن و به دست من از طریق برادرشون رسید و مدتی روش کار کردیم و خب سعی شد که در این 3 روزی که من در کولومبوس بودم، و میدونید اگه اجازه بدین اصلا یه مقدار راجع به این جایزه و خود انجمن. بله بله حتما. این جایزه رو میدونم که مثل اینکه آقای امید کوکبی هم دریافت کردن در سال 2014. بله. بله، جایزه ساخاروف سالهاست که هم در اروپا و هم در آمریکا توسط انجمن فیزیک به افراد داده میشه. به خاطر اینکه ساخاروف خودش یک فیزیکدان بود، میدونید آندره ساخاروف در واقع پدر انرژی اتمی شوروی حساب میشد و خب خیلی هم تجلیل میشد ازش، تا اینکه ساخاروف مخالفت کرد با کاربرد انرژی هسته‌ای در ساختن بمب و استفاده های نظامی و ضد بشری که بمب اتمی میتونه داشته باشه، و از اون موقع دولت شوروی باش خیلی بد افتاد و تبعیدش کردن، 10 سال تبعید شد و در واقع طردش کردن از مقام علمیش و نتونست به فعالیت‌های علمیش اونطور که باید به عنوان یک فیزیکدان ادامه بده، و از اون موقع تبدیل شد ساخاروف به یک سمبل برای دانشمندانی که خیلی معتقدن و به یه اصول اخلاقی و مثلا اتیک خاص مربوط به کاربرد علم اعتقاد دارن، ایستادگی میکنن و اجازه نمیدن علم اونها مورد سوء استفاده قرار بگیره، مورد سوء استفاده و یا استفاده های ضد بشری و میلیتاریستی بشه. بله. و به همین دلیل ایشون سمبولی شدن برای اینجور موارد. خب مثلا آقای امید کوکبی هم یک دانشجوی فیزیک دوره دکترا بود در دانشگاه تگزاس، سال
فکر میکنم 1989 احتمالاً اگه درست یادم باشه رفته بود ایران، بعد سال 89 برای دیدن خانوادهش که مقامات مثلا نظامی ایران که بیشتر به سپاه پاسداران مربوط میشه که پروژه اتمی ایران رو کنترل میکنن، از ایشون خواستن که بیاد در زمینه ساختن بمب و غیره بهشون کمک کنه. ولی امید کوکبی مثل ساخاروف از این کار سر باز زد و حاضر به همکاری نشد، بنابراین اونها زندانش انداختن و اول متهمش کردن به اینکه خب پس تو اگه با ما همکاری نمی کنی وابسته به کشورهای دیگه هستی، و خب وقتی اون اتهام رو به هیچ وجه نتونستن ثابت کنن متهمش کردن که از دولتهای دیگر پول گرفته در موقع تحصیل، که خب میدونیم چون دانشجو خیلی درخشانی بود بورس میگرفت از دانشگاه تگزاس، کما اینکه من خودم و هزاران دانشجوی دیگه در دوره دکترا میتونیم کمک تحصیلی بگیریم. این رو با این بهانه ها 5 سال زندان بود آقای کوکبی در زندان، میدونید که آسیب دید کلیهش و مجبور شدن جراحی کنن و یک کلیهش رو از دست داد. انجمن فیزیک آمریکا از کیس ایشون مطلع شده بود، چون یک کمیته‌ای دارن که سالها این کمیته اعضاش برای 3 سال انتخاب میشن، اعضاش هم از همین فیزیکدان‌های یا آمریکایی یا بین‌المللی هستند از کشورهای مختلف که عضو انجمن فیزیک آمریکا، و این کمیته بررسی میکنه وضعیت فیزیکدانان در کشورهای مختلف رو و از جمله در خود آمریکا، که اگر مورد تعرض قرار گرفتن به دلیل عقاید انسانیشون یا سیاسیشون از اونا حمایت میکنه، که خب امید طبیعی اولین ایرانی بود که این جایزه بهش تعلق گرفت در سال 2014، و بعد خانم نرگس محمدی هم چون فیزیکدان هست و مهندس هم هستن، هم فیزیکدان مهندس هستن، درسته؟ بله، به عنوان مهندس سالها کار میکردن ولی به خاطر همین فعالیت‌های مدنی و دفاعشون از حقوق بشر و حقوق زنان شغلشون هم از دست دادن، بنابراین به فعالیت‌های علمیشون هم نتونستن ادامه بدن. از زمان دانشجویشون ایشون فعال بودن و خب این نظر انجمن فیزیک رو جلب کرده بود کارهایشون، و ایشون امسال همراه با همونطور که آقای کوکبی مشترکاً جایزه گرفت، ایشون هم معمولاً یعنی این جایزه رو، جایزه ساخاروف رو مشترک میدن به 2 نفر. بله، امسال هم مثل این که این جایزه همزمان به آقای راوی کوچیمانچی که از هندوستان هستن تعلق گرفته. بله بله، ایشون هم فیزیکدانن از هندوستان. دلیل این که به ایشون این جایزه تعلق گرفت اینه که ایشون هم به خاطر فعالیت‌های مدنی و انسانیش، به خصوص در مسیر توسعه پایدار در میان بخش‌های محروم و فقیر هندوستان، و همچنین مبارزه با فسادهای مالی، فسادهایی که در نهادهای دولتی میشه در جهت برنامه‌های توسعه و عمران، تونستن خیلی یک انجمن بزرگ بین‌المللی درست کنن در جهت توسعه پایدار در میان فقرا و محرومین، و خب این کارشون خیلی با ارزش بوده و همین کارها باعث شده که ایشون هم نتونن اونطور که باید تو کارهای فیزیک پیشرفت داشته باشن، و این رو ایشون هم به همراه خانم محمدی این جایزه رو گرفتن. میدونید ارزش مالی این جایزه خیلی کوچیکه، 10,000 یورو هست، درسته؟ مثل یه 10,000 دلاره، درسته؟ بله، 10,000 دلاره که خب تقسیم میشه بین 2 نفری که این جایزه رو میگیرن، که مثلا نمیدونم خانم محمدی اصلا چیز اون جنبه مالیشو قبول کرده یا نه، چون به من که اینو ندادن، گفتن فقط اون لوحه رو دادن، و لوحه‌رم بعد از اون که من گرفتم دیگه بنا شد که بفرستن به پست بشه به خانوادهشون. بله. و خب خوشبختانه در مراسمی که جایزه بهشون داده میشد خیلی ها شرکت داشتن، 100 نفر از فیزیکدانان اومده بودن در سالونی که جوایز هم علمی رو میدادن در راه پیشرفت‌های علمی به فیزیکدانان،
به چندین نفر جایزه دادن و جایزه ساخاروف رو که در آخر برنامه میدادن با عکس و اسلاید مربوط به خانم نرگس محمدی مثل یک حسن ختامی بود که روی پرده باقی موند و همه به احترامش بلند شدن. و ما هم در واقع من به صورت سمبولیک بعد از دریافت لوحه وقت به حق داشتیم که فقط مثلا یکی دو دقیقه صحبتی بکنیم تشکر کنیم. من با ایده خودم ولی البته ایده اولیش از یک دوست یک آقایی که شاید نخواد حالا اسمش گفته بشه از فعالین ایرانی بهایی و هموطن بهایی ماست که اینجا گفت که اسم نرگس گل نرگس، اسم محمدی هم که گل محمدیه، ما میتونیم با این مثلا توی اسلاید شو گل محمدی و گل نرگس رو بذاریم و چه جالب که خیلی قشنگ بود و من این در اون ما گسترش دادیم و من گفتم خب چطوری که ما اصلا گل زنده سبدشو درست کنیم اونجا دو تا سبد داشته باشیم که یکشو بعد از دریافت لوحه به دکتر راجر فالکون که پرزیدنت فعلی انجمن فیزیکه پروفسور فیزیک در دانشگاه برکلیه به اون بدیم و موقعی هم که در پنل بعد از قرائت سخنرانی خانم یعنی نامه خانم نرگس محمدی به رئیس جلسه یه گل دیگه دادیم و این خود این سبدگل رو هم به عنوان سمبولیک گذاشتیم، اسم نرگس محمدی رو هم جلوش گذاشتیم و من البته به مردم اونجا توضیح دادم که گل نرگس و گل محمدی در واقع اسم و اسم فامیل ایشونه، به چه معناست دف دل و دمسک روزز که این دو نوع گل در آمریکا گلای اتفاقا دوست داشتنی و پاپیولاری هست و اون سبد گل همه جا در برنامه یه جوری فقدان حضور ایشون رو هم به طور سمبولیک و زیبا نمایندگی پس ایشون حضور داشتن به طور سمبولیک. بله به طور سمبولیک. من سعی کردم که در هر برنامه یک تیشرت یک بلوز سفیدی رو بپوشم که عکس سه نوع از عکسای خانم محمدی رو در این سه نوع مثلا تیشرت پیراهن سفید گذاشته بودیم که در واقع همیشه این عکس بزرگ دیده بشه و همینطور اسلاید شوی که تهیه کرده بودیم تصاویر مختلف و ابعاد مختلف فعالیت‌های مدنی خانم محمدی رو نشون میداد. فوق‌العاده است. بله تلاشمون بود که و یه گل این ایده این دوستمون که خیلی خانم دکتر پروانه حسینی و آقای دکتر مهرک کمالی در خود کلمبوس هستن، اونها هم در تهیه گلا در ایده هم که اونها اضافه کردن این بود که یه شاخه گل که هم نرگس توش بود هم محمدی رو من همواره دستم داشته باشم. بله شما لطف کردید و این چندین ویدیو و عکس‌های جالبی رو به طور اختصاصی در اختیار این برنامه قرار دادید. اجازه بدید با هم به گوشه‌هایی از این ویدیو نگاه کنیم. Here Nargis goes. For me as a civil rights and human rights activist, it's a great honor to be recognized by esteemed scientists like you in my field of physics. And to be awarded the Andrei Sakharov Prize at the same time that another physicist, Mr. Ravi Kuchimanchi, is being awarded as well. His advocacy for human development, and specifically for the poor and disadvantaged in India, has inspired many people worldwide. As a human rights defender, like millions of Iranians, I hate the death penalty. I despise discrimination and injustice against women. I protest against the imprisonment and torture of political and civil rights activists in solitary confinement. And I will not be silent in the face of human rights violations. In order to institutionalize human rights and achieve peace between the people and the state, I shall endure many deprivation of freedom and rights, even though separation from my children is nothing less than death for me.
I am a woman. I'm a woman and a mother. And with all my feminine and maternal sensibilities, I seek a world free from violence and injustice, even if I have suffered injustice and violence tens of times. Thoughts and dreams don't die. Belief in freedom and justice doesn't perish with imprisonment, torture, or even death. And tyranny does not prevail over freedom, even when it relies on the power of the state. Sitting here in the prison, I am deeply humbled by the honor you have bestowed on me, and I will continue my efforts until we achieve peace, tolerance for a plurality of views and human rights. Thank you. خب فوق‌العاده بود و تبریک میگم به برگزار کنندگان این برنامه و به خصوص شما. من سوال دارم در وقت باقی مونده که خواهش میکنم شما جواب بدید. یکی اهمیت اینو جوایز هست. اهمیت جایزه آندری ساخاروف و جوایزی نظیر اون هست که چه تأثیری میگذاره بر سرنوشت کسانی که در بند هستن؟ من یادم رفت توی بخش قبلی بگم که ما در ضمن به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی یکی از سوالاتی که در عین اینکه خبرنگارها اونجا بودن خود رئیس انجمن فیزیک، رئیس فعلیش و رئیس سابقش خانم لارا گرین از دانشگاه فلوریدا و رئیس فعلیش از دانشگاه برکلی آقای فالکون و چند نفر دیگه بودن که توی این کمیته جزء به اصطلاح انتخاب کنندگان برندگان جایزه ساخاروف هستن، از ما سوال کردن که چه کار دیگه میشه کرد. خیلی متاثر بودن به خصوص بعد از دیدن اصلاحات شو راجع به وضعیت خانم و نگران که چرا باید یه زن به این صمیمیت که هیچ گناهی مرتکب نشده، هیچ کار خلاف قانون، خلاف اصلا غیر مشروع ناپسند انجام نداده، هیچ گناه خشونتی به کار نبرده، چرا با 16 سال زندان محکوم بشه؟ اونم با توجه به وضعیت جسمی و بیماریایی که گاه خطرناک میتونه بشه داره. ما بهشون پیشنهاد کردیم که هر چقدر میتونن این فشار رو و حمایت از خانم نرگس محمدی رو بین‌المللیش کنن، برای اینکه تنها آمریکا نباشه، یعنی با فیزیکدانان سایر کشورها، انجمنهای فیزیکی بله. در اروپا، در آسیا، در ژاپن و غیره، در روسیه تماس بگیرن و همه نامه بنویسن و فشار بیارن به مقامات ایران که نرگس محمدی هر چه زودتر آزاد بشه. و خیلی استقبال کردن و بلافاصله هم روی این دارن کار میکنن و ما امیدمون اینه که با توجه به اینکه آخر برنامه هم عده زیادی که هنوز تو سالن بودن همشون یک بنری رو که ما تهیه کرده بودیم دستشون گرفتن، به این صورت فری نرگس که یه هشتگی درست بشه و همه خواهان آزادیش نرگس بشن و این در اینترنت، در توییتر و اینا خیلی از طرف هر کدومشون توییت شده و امیدوار هستیم که همونطور که در مورد امید کوکبی تأثیر داشت این جایزه ساخاروف و آزاد شد امید کوکبی، البته مشروط و هنوز اجازه خروج از کشور رو بهشون نمیدن که بیاد و دکتراشو تموم کنه و بگیره، تحصیلاتشو به اتمام برسونه، ولی به هر حال لاقل از زندان آزاد شده و امیدوار هستیم که
خانم نرگس محمدی هر چیز زودتر آزاد شه یا لااقل شرمنده بشن این مقامات، بدونن که دنیا داره نگاه میکنه و مواظب زندانیان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی، زندانیان وجدان در ایران هستن. و این جایزه در واقع به طور سمبولیک اگرچه به خانم محمدی، اما در واقع جایزه برای همه فعالین مدنی و زندانیان عقیدتی، زندانی سیاسی ایران. و من فقط اینو میتونم بگم که من بیشتر خودم رو مدیون میدونم همه به این مبارزین در ایران که اگر آینده ما قرار بهتر بشه، اینها دارن هزینه، اینها قهرمانان ما هستن و سیمین بهبهانی با استخوان و پوست گوشت خودشون دارن میسازن ایران آینده. بله، به امید اون که هر چه زودتر خانم محمدی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی از زندانهای تهجر آزاد بشن و ما بتونیم سپاسگزار اونها باشیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر نیره توحیدی. ما همچنان پیگیر هستیم و سرنوشت خانم نرگس محمدی رو دنبال خواهیم کرد و خوشحال میشم که در برنامه‌های آینده هم تشریف بیارید و با هم در مورد آزادی ایشون صحبت بکنیم. خیلی ممنونم. خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از همگی شما که بیننده این برنامه بودید و همینطور سپاس از همه همکاران ایران فردا در این سو و آن سو. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.